سلام دوستان، من سال نو تبریک میگم خدمتون. عرض کنم خدمتون که جلسه دوم بحث رمزنگاری در اندروید در خدمتون هستم. حالا دوستانی که جلسه قبل در خدمتشون بودیم احتمالاً در جریان هستن، ما یه سری مباحثی رو در مورد در واقع الگوریتم های رمزنگاری و مباحث حالا میشه گفت در واقع مقدماتی و پیشرفته در مورد رمزنگاری به صورت عمومی در موردش صحبت کردیم، کاربردهاش رو گفتیم، یه سری از ملاحظات رو در واقع مرور کردیم با هم دیگه. یه موقع زمان ایرانی متاسفانه من موفق نشدم مدیریت کنم، طولانی شد و به بحثایی که مرتبط با اندروید هست در واقع خیلی نرسیدیم و البته بحث پیاده سازی و کد. حالا با توجه به اینکه تجربه دوستان خب خیلی متفاوت هستش و اینا، من فکر میکنم مباحث امروز لازمش این هستش که یا یک تجربه قبلی وجود داشته باشه تو این زمینه، یا مباحثی که جلسه قبل خدمتون مرور کردیم روی در واقع ازشون آگاهی داشته باشید. این جلسه من با در واقع معماری کیسو شروع میکنم، از ورژن 4.3 اندروید در واقع یا API لول 18 و خدمتتون عرض میکنم. حالا در ادامه میریم سراغ یه سری سناریوهای کاربردی و روشهای پیاده سازی و خدمتتون عرض میکنم یه چند تا شاید یوز کیس مهم رو در واقع با هم دیگه مرور کنیم، مثل فینگر پرینت اتنتیکیشن و خدمتتون عرض شود که یه سری بحثای دیگه. منتها چون نمیخوایم مثل جلسه قبلی مقدار زمان از کنترلمون خارج بشه، احتمالاً تو زمان استراحت دوستان زحمت میکشن یه فیدبکی میگیرن که اگر بحثای مقداری خارج از حوصله بود، خسته کننده شد یا طولانی، اینو محول میکنیم جلسات بعدی. چون تصور میکنم اگر حتی مباحثی که الان آماده استش هم مرور کنیم هم زمان کم بیاریم، همین که واقعیت هم همه مباحث بازم مرور نمیشه. ما حالا قول دادیم یه سری بحثایی رو مطرح کنیم، حالا متاسفانه یا خوشبختانه البته برای بنده این باعث میشه من حالا بیشتر شاید در خدمتتون باشم برای جلسات بعدی. اگر از جلسات قبل موضوعی هستش که حالا بحث تکمیلی یا تصحیح مواردی هستش که من عرض کردم حالا دوستان به ذهنشون رسیده، یا موضوعی هستش که احساس میکنید نیاز به توضیح داره، لطفا بفرمایید، من در خدمتتون هستم. اگر نه بحث رو شروع میکنیم، حالا باز اگر سوالات لازم بود مطرح بشه با هم دیگه مرور بکنیم، در همین خلال بحث با هم دیگه کار انجام میدیم. اگر الان موردی هستش من در خدمتتون هستم. من با عزتون پس میرم سراغ در واقع مطالبم. خدمتتون عرض شود که حالا سرفصل کلی مباحثی که الان مرور میکنیم، یکی بحث در واقع ساختار اندروید کیسو پرووایدر هست، یک پرووایدری که عرض کردم از ورژن 4.3 اندروید در واقع اضافه شده و خب خیلی نکات ریز و درشت زیادی واقعیتش از زیر ساخته شده. حالا چون احساس میکنم یکی از اهداف در واقع این دوره همین ها یه مدود یه سری در واقع مباحث نسبتاً علمی صرف نظر از اون بحثای تکنولوژی هم هست، یه مقدار من واقعیتش عمیق‌تر داخل کیستور امروز میخوام سوز بکنم. الان امیدوارم اون بحثا خسته کننده نشه. البته کد زیاد داریم. بحث فینگرپرینت حالا چون بحث خیلی در واقع زدم بند بحث فینگرپرینت حالا چون نسبتاً بحث محبوبی است، حالا کاربردهای خیلی زیادی داره، یه بحث دیگری است. یه بحث در مورد SSL پینینگ و اینکه چجوری در واقع یه سری ملاحظات امنیتی در مورد پروتکل SSL و TLS در واقع برآورده بکنیم. اگر فرصت بشه end to end encryption، البته تو بحث ترانزیت دیتا هست، حالا اون بحثیه که شاید تو بعضی از اپلیکیشن ها حتی خیلی کاربردی تر هست، ولی شاید این بحث آخر این جلسه فرصت نشه در واقع خدمتتون باشه. عرض کنم خدمتتون که خب یه اشاره کلی داشتیم جلسه قبل در مورد ساختار کیستور، اما خب فکر میکنم شاید حالا بعد نمیشه این قسمت رو یه مقدار برگردیم مرور کنیم. ما سه تا در واقع میشه گفت نقطه عطف رو توی بلوغ کیستور روی اندروید داریم. من البته منظورم کیستور پرووایدر هست، چون کیستور مبحث جدیدی نیست. در واقع ساختار کیستور به صورت توکار در اندروید از جاوا اومده و
خدمتتون عرض میکنم که اصلا اون نسخه یک اندروید هم این قابلیت وجود داشت. منتها کی سوپروایدر منظورمون ای پی آی است و در واقع متناظر اون احتمالاً پیاده سازی سخت افزاری خاصی است که یک نسخه امنیتی جدیدی رو فراهم می‌کرد که کی استورهای در واقع ترادیشنال اون رو ارائه نمی‌کنه. اگه با کی استورهای مثل جی کی اس تو جاوا آشنا داشته باشید که 100 درصد دارید. تو نسخه‌های قبل از اندروید در واقع 4 و 3 ما یه فایل داشتیم که کلیدهایی که تولید می‌کردیم عموماً کلیدهای نامتقاعدان رو در واقع داخل اینها به عنوان کی کانتینر قرار می‌دادیم. زمانی که نیاز داشتیم مراجعه می‌کردیم بهشون اون کلید رو استخراج می‌کردیم، باشه سری عملیات رمزنگاری انجام می‌دادیم. توی داخل این کی استورا میتونستین شما در واقع کلیدهای متقاعد نامتقاعد استفاده بکنید. یه سازوکاری بود در واقع برای محافظت از کلید. و اگه بخوایم در مورد ساختار پروتکل‌های رمزنگاری صحبت بکنیم، مربوط به بحث مدیریت کلید میشه. کی استوریج هم در واقع تو اون بخش است. و خدمتتون عرض کنم منتها خب دیوایس‌های اندرویدی و حالا مشابه اون فرق نمی‌کنه، سیستم آنلاین مشابه دیگری مثل iOS یه ملاحظات امنیتی دارن که با اپلیکیشن هایی که روی سرور های اجرا میشن حالا توی بک اند عموماً یه تفاوتی دارن از نگاه سطح امنیتی. شما میتونید مثلا روی سروری که خب طبیعتاً دسترسی عمومی بهش وجود نداره، محافظت شده از سازوکارهای فیزیکی و غیر فیزیکی، لایه‌های مختلفی از مکانیزم‌های امنیتی روش پیاده سازی شده، یه کلید رمزنگاری داخل یه کانتینر مثل کیستور با همون فرمت JKS یا فرمت های دیگه که مثلا بعضی از پرووایدر های دیگه مثل بونسی کسل پیاده سازی کردن در واقع قرار بدید. با چه مکانیزمی ازش معمولا محافظت میکنیم؟ از طریق یه پسفریز، یه پسوردی که در واقع فایل با اون انکریپت میشه. ما مجبوریم اون پسورد رو داخل برنامه اون جای قرار بدیم، حالا توی فایل کانفیگ یا هاردکد کنیم توی سورس کد یا به یه روشی تولیدش بکنیم، همیشه کیستور رو باش آنلاک بکنیم بریم سراغش. خب این چیزی بوده که تا نسخه 4.3 وجود داشته و استفاده می شده اما چندان امن نبوده. به چه دلیلی؟ خب می دونیم که اپلیکیشن در واقع توی دیوایس کاربر نصب میشه و اساسا توی بحثال امنیت نرم افزار ما تمام داده هایی رو که می دونیم سمت کاربر نگهداری یا پردازش میشن، حالا فرق نمی کنه چه توی موبایل اپ یا روی یک مرورگر، روی بستر ناامنی احتماله. یعنی فرضمون بر این هست که یه بستر ناامنی است. حالا این خیلی شاید ناراحت کننده نیست اگر بگیم که یک موبایل اپ هم از این قاعده مستثنا نیست. درسته که روی گوشی اجرا میشه، خود سیستم عامل یه سری مکانیزمای امنیتی داره، ما ملاحظاتی رو تو توسعه این اپلیکیشن ها به کار میبریم، اما واقعیش اینجاست که میشه یک دیوایس رو مثلا به سرقت برد، پیدا کرد، حالا دسترسی بهش داشت، اطلاعات حساسی که روی گوشی ذخیره شده یا حتی رو حافظش وجود داره پردازش کرد، استخراج کرد و استفاده کرد. اون ساختار قبلی اشکال بزرگی که داشت، حالا بخوایم خیلی خلاصه وارد بگیم، اینه که فایلی که در واقع ما کلیدهامون رو توش نگهداری می‌کردیم، چون این کلیدا می‌دونیم اهمیت خب خیلی زیادی داره در واقع برای ما، حالا کاربردش مهم نیست ازش برای چه کاربردی استفاده می‌کردیم، این کلیدا نیاز محافظت داشتن. در یک عملیات مهندسی معکوس نسبتاً ساده به راحتی می‌شد این در واقع کلیدها رو استخراج کرد. یعنی کافی بود کاربر بیاد، در واقع مهاجم بیاد اون گوشی رو به سرقت ببره یا بخواد نسخه خودش رو در واقع مهندسی معکوس انجام بده، اون اپلیکیشن رو دیکامپایل میکرد، اون پسورد رو از داخل سورس کد استخراج میکرد یا هر جایی که قرار داشت، فایل هم که خب روی سیستم عامل و فایل سیستم یه جایی ذخیره شده، میرفت فایل رو با کامند آنلاک میکرد، کلیدا رو اکسپورت میکرد و بعد دیگه بقیه داستان. اگر شما اطلاعاتی رو با استفاده از اون مدل سابق در واقع روی گوشی ذخیره کرده بودین، به راحتی میتونست در واقع دیکریپتشون بکنه. همین دلیل باعث شد که سالیان سال ما خیلی در واقع پیاده‌سازی‌های خوبی رو نبینیم رو بستر اسمارت فون‌ها برای سناریوهای حساس. و پیاده‌سازی‌های محدودی هم که وجود داشت، شاید مثلا حداقل تو کشور ما خیلی سخت بود. مثلا ما می‌بینیم که یه روشی همیشه وجود داشت که از سیم کارت به عنوان سکیور المنت استفاده بشه توی اپلیکیشن‌های حساس. اما خب مثلا ما تو کشور خودمون می‌بینیم خیلی از این در واقع اپراتورها، خیلی که دوست اپراتور بیشتر نداریم، ولی همین اپراتورها خیلی تو این زمینه خب همکاری نکردن. حالا دلایل البته زیادی داره، نمیشه خیلی یک جانبه هم به موضوع نگاه کرد، ولی به هر حال ما سیم کارتایی که در اختیار داریم همشون نسل قدیمی هستن. امکان اجرای اپلیکیشن های جاوا کارت یا اپلت های اینطوری یا حالا سایر ساز که روی یو آی سی سی ها یا سیم کارت های در واقع هوشمندتر وجود داره نداشتن، مدلشون دلیکیتد بوده و نمیشد ازشون به عنوان سکیور المنت استفاده کرد. علی خصوص که تو اندروید هم یک API استاندارد و
تعریف شده مشخصی برای این وجود نداره، خیلی وندور اسپسیفیکه، یعنی هر اپراتوری ممکنه بنا به نسل اون سیم کارت که ارائه میکنه اون API که برای کار کردن رو سیم کارت میده متفاوت باشه. نداشتن این در واقع کانتینر هم باعث میشد که خب ما هم روشی که وجود داره استفاده بکنیم، حتی گاهی ببینیم پیاده سازی ناامنی از رمزنگاری انجام شد. خوشبختانه حالا هرچند شاید یه مقدار دیر، گوگل به فکر این موضوع افتاد و کم کم اومد این تغییرات رو داد. این سه تا نقطه عطف با ورژن در واقع 4C API level 18 شروع شد که کیستو در واقع معرفی شد، البته به صورت رسمی. اگر به پیاده سازی اینترنال و پروژه AOSP یا پروژه اندروید اوپن سورس مراجعه بفرمایید، میبینید که خیلی از پیاده سازی که اینجا معروف است به ورژن 18 قبلتر وجود داشته. مثلا ما روی ورژن 4.2 هم میبینیم که یک ردی از همین کیستور وجود داره، ولی به صورت پابلیک هیچ API وجود نداشته باشه. و خب اگه کسی مثلا میتونست از این سازوکار دیگه استفاده کنه، میتونه حتی روی اون نسخه همون اجرا کنه، اما خب بحث بکورد کامپتیبیلیتی و پشتیبانی روی نسخه های مختلف است. اتفاق بعدی روی اندروید ام مارشمالوی ورژن 23 افتاد که خیلی بهبود قابل توجهی بود، ولی اتفاق خیلی مهم و در واقع یک پیاده سازی خیلی امنی از کیستور روی اندروید 9 اتفاق افتاده که پیاده سازی سخت افزاری اون در واقع یا واسط هایی که روی سیستم عامل وجود دارن کیمستر ورژن 4 هست روی اندروید پی. خب خیلی از گوشی ها، من خودم الان این گوشی دارم، الان اندروید 9 هم آپدیت گرفته، از این قابلیت به صورت بیلتین پشتیبانی نمی کنن البته، و یک الزام نبوده که هر گوشی که ورژن 9 رو میخواد بگیره حتما پیاده سازی سخت افزاری از مکانیزمی که تو این ورژن 9 پیاده سازی شده داشته باشه. چه گوشی‌های معرفی شدن با این قابلیت؟ میدونیم خب گوشی پیکسل، یه چیپی به نام تایتان و تایتان ام معرفی شد، چیپ سخت افزاری که در واقع گوشی‌هایی که این رو دارن، من اطلاع ندارم الان دقیقاً کدوم گوشی‌ها هستن چون جلسه قبلم عرض کردم متأسفانه تو زمینه اندروید خیلی بی تجربه هستم، ولی شاید دوستان بدونن حالا دقیقاً چه گوشی‌هایی از این پشتو، ولی گوشی پیکسل رو میدونن، مثلا پیکسل 3 این چیپ رو داشته و گوگل هم با همین معرفیش کرده. این اتفاق از این جهت مهمه که خود گوگل هم میگه که ما یک معماری کاملا جدیدی رو پیاده سازی کردیم که خودش دیگه کم کم بهش به عنوان کیسو پرووایدر از این اسم استفاده نمیکنه، میگه استرانگ باکس، که در واقع یه پیاده سازی پیور سخت افزاری خیلی قوی هست و یک باگ بونتی یا یه جایزه خیلی بزرگی و شکستن اون هم ارائه شد. حالا ما هر ستا رو در واقع با جزئیات مرور بکنیم. اول اینکه روی ورژن در واقع 18 یا 4.3 ما چیزی که داریم میبینیم این هستش که جاوا کریپتوگرافی اکستنشن یا JCE که از جاوا در واقع اسپری شده توی اندروید اومده استفاده شده ازش، همون در واقع پرووایدر یه نوعی پیاده سازی شده، همون متد ها وجود داره برای تولید کلید و ذخیره سازیش و سعی کردن پیاده سازی رو تا حد امکانی استاندارد نگه دارن. اما نکته ای که هست اینه که دو تا کارکرد خیلی مهم سعی میکنه کیستور ارائه بده به ما، و البته کیستور تو ورژن 18 هم به صورت نرم افزاری هم به صورت سخت افزاری میبینیم که معرفی شده، در حالی که الان در حال حاضر دیگه پیاده سازی نرم افزاری اون اصلا استفاده نمیشه و منسوخ شده. پیاده سازی در واقع کیستور هدفش این بوده که هدف اصلیش اینه جلوی استخراج کلید از روی گوشی یا اون فضای امن در واقع گرفته بشه، یعنی به هر ترتیب. حالا منظوری نیست که از اون فضای خارج نمیشه، به این معناست که وارد یه پروسسی که تحت کنترل یک مهاجم هست قرار نمیگیره. این مهاجم لزوما عامل انسانی نیست، یک روتکیت، یک بدافزار، یک حمله مهندسی معکوس میتونه در واقع یک کلید رو حتی با یه مکانیزم سختگیرانه در واقع به سرقت ببره. بنابراین هدف این بوده که جلوی اون رو بگیره. برای این کار دو تا کار مهم انجام دادن، یکی این که بیان در واقع کیستور رو به شکلی طراحی بکنن که دور از دسترس حتی سیستم عامل باشه، به ترتیبی که حتی کاربر روت هم قادر نباشه به اون اطلاعات دسترسی داشته باشه. بنابراین ما فرضمون بر این هست که کیستور پرووایدر حتی رو گوشی‌هایی که روت شدن هم یه سطح امنیتی خوبی رو ارائه می‌کنه. حالا یه بحث دومش هم بایندینگ هست، برای اینکه در واقع اپلیکیشن ها و پروسس های متفاوتی که روی سیستم عامل وجود دارن به کلید های همدیگه دسترسی نداشته باشن، اینم خب خیلی شاخص مهمه، چون هر اپلیکیشنی
حتی بعد از اینکه اندروید خب مالتی یوزر هم شد به ازای هر کار برای ما مجموعه کلیدهای خاصی داریم. یعنی اگه ما یه دیوایس رو در نظر بگیریم که به صورت مالتی یوزر داره استفاده میشه، یک نسخه اپ که بنا به دستور کاربر مستقیم یا غیر مستقیم روی کیستور کلیدی رو تولید میکنه، اگر اپ به صورت کامل از روی گوشی پاک بشه یه اتفاق میفته، اگر فقط برای پروفایل یک کاربر حذف بشه یه سری اتفاقات میفته، ولی باعث یه لایه برای در واقع محافظتی فراهم بشه که این پروسس ها و کاربران نتونن به کلیدهای همدیگه دسترسی داشته باشن. این دوتا هدف مهم رو در واقع سعی کردن برآورده بکنن. واسطی که ما میشناسیم در واقع برای دسترسی سیستم عامل به خود کی کانتینر یا این کی استور به نام HAL هست یا Hardware Abstract Layer که یک API به نام کی مستر از طریق اون در دسترس سیستم عامل قرار میگیره. و نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که کلیدهایی که داخل کی استور ذخیره سازی میشن نبایستی اکسپوز بشن به فضای جاری سیستم عامل. یعنی همیشه بایستی یک روشی رو ما پیاده سازی بکنیم که به جایی که کلید استخراج بشه بیاد تو سطح اپلیکیشن، اپلیکیشن بتونن اپریشنی رو که نیاز داره رو از طریق فراخوانی API انجام بده. حالا اون جزئیاتش به چه ترتیبی هستش خدمتتون میگم. ما این رو به عنوان Trusted Execution Environment یا Secure Element یا تو بعضی از چیپ هایی که بر اساس معماری ARM ساخته شده مثل چیپ های کوالکام به عنوان کوالکام Secure Execution Environment میشناسیم. حالا پیاده سازی اسامی مختلفی دارن. توی اندروید 4.3 خدمتتون عرض بکنم که حالا با چه دیوایسی معرفی شد، با در واقع نکسوس 4 اگر اشتباه نکنم، حالا هاردویر بک بوده، روی سامسونگ گالکسی نکسوس هم به صورت سافتویری پشتیبانی می شده. ما دو شکل پیاده سازی رو می بینیم، پیاده سازی نرم افزاری و پیاده سازی سخت افزاری. پیاده سازی سخت افزاری در واقع یک چیپ هست روی بورد که فضای کاری خاص خودش رو داره، یعنی سعی میکنه از CPU و حافظه تقریبا مستقلی برخوردار باشه به شکلی که اون پروسس هایی که دارن رو پردازنده اصلی اجرا میشن اما در واقعیت همیشه این اتفاق نیفتاده، یعنی نتونستن اون زمان این پیاده سازی رو بدن. دلیلش هم اینه که اون زمان هنوز شرکت های تولید کننده سخت افزار به این میزان بلوغ رو معماری ARM و معماری های مرتبط نرسیده بودن و از طرف دیگه هم سیستم عامل هنوز مهیا نبود برای این کار. این سمپل کدی که این پایین هست توش اگر ملاحظه بفرمایید، ما از طریق در واقع حالا یه چیزی مثل کی فکتوری کلاسی هست میتونیم یه پرایویت کی رو خدمت رو عرض بکنم داخل کیستور قرار بدیم، ایمپورت بکنیم و یه مکانیزم یه متدی در اختیار ما قرار میده کیستور به نام is inside secure hardware که به شما میگه آیا این کلید روی گوشی در داخل یک کانتینر سخت افزاری ذخیره سازی شده یا نرم افزاری است. این جوابش true false دیگه طبیعتاً که این کی اینفو به ما برمیگردونه. برای پیاده سازی سناریوی حساس طبیعتاً یه همچین متدی باید به عنوان کنترل امنیتی چک بشه، یعنی چک بشه که آیا ما از پیاده سازی سخت افزاری داریم یا استفاده می‌کنیم یا نرم افزاری، چون پیاده سازی نرم افزاری اون سطح امنیت خیلی بالا رو فراهم نمی‌کنه متأسفانه. این مکانیزمی که تحت عنوان ایز باند کی الگوریتم وجود داشت رو ورژن 18 تست شده و رو ورژن 23 هم با تغییر دومی که رو کیستور بود در واقع دیپلیکیت شده، این امکان رو به ما میداد که مطمئن بشیم این کلید به کدومی که از این کانتینرها بایند شده. اتفاق دیگه ای که افتاده در واقع این هستش که عرض کردم حالا اون بحث سازگاریه با JCE یا جاوا کریپتوگرافی اکستنشن تا حد امکان سعی شده حفظ بشه. ما میبینیم توی جاوا برای ساختن یه کلید یه دونه کی جنریتور داریم و یه کی استور که کی جنریتور یه کی جنریشن اسپکی رو میگیره، کلید رو تولید میکنه و داخل کی استوری قرار میده و بعد دفعه بعد میره اون رو گت کی میکنه، استفاده میکنه حالا ازش و برای کارهای مختلف. عرض کردم توی ورژن 4.2 در واقع این مکانیزم میبینیم وجود داشت، یعنی اگر سورس کدهای قدیمی رو ببینید میبینید که این پیاده سازی وجود داره توی AOSP ولی گوگل اینو در واقع هیچ مطلب یا خبری در موردش منتشر نکرده و روی 4.3 دیگه رسما اومده API پابلیکش رو معرفی کرده. چجوری این اطلاعات اما نگهداری میشن؟ ساختار کی استور رو اگر ببینید روی دیوایس، حالا روی دیوایس روت شده راحت‌تر میشه اینها رو تحلیل کرد. زمانی که از کی استور پرووایدر برای ذخیره سازی کلید استفاده میکنید، مسیر در واقع ذخیره سازی فایل های حاوی کلید، چون هنوز هم ساختار هم ساختار فایلی است، کلید ها داخل فایل ها قرار داده میشه، اما خب میگم که چجوری ازشون محافظت میشه. توی مسیر به این ترتیب نگهداری شده: data miss key store user underline n که اون n ID کاربر هست تو سیستم عامل،
یعنی حالا یه سیستم رو چند کاربر، طبیعتاً هر کاربر یوزر آیدی خاص خودش رو داره، پس اون فایل به اون ترتیب اونجا ذخیره میشه. اما روش ذخیره سازیش به صورت رمزنگاری شده است، یعنی اون فایل اگر باز بکنید شما دیتای رو به صورت پلین تکست نمیبینید، اون کلیدی که دنبالش هستید در داخل اون فایل به صورت رمزنگاری شده نگهداری میشه و حالا مشخص میشه که چجوری خود اون فایل داره انکریپت میشه. هر کلیدی هم یه الیاسی داره تو کل اون انوایرمنتی که کی استور در واقع منیج میکنه. این کی الیاسا یا نام مستعاری که برای کلیدا خود دیولپرها در واقع تعریف میکنن یونیک است و به ازای هر کدوم از اپا در واقع یونیکنس خودشو حفظ میکنه که شما به اون الیاس نیم میتونید به اون کلید دسترسی داشته باشید به صورت غیر مستقیم، بخواید پاکش بکنید و حالا بقیه کارها، یا میتونید در واقع الیاس کیا رو در واقع لیست بکنید ببینید چه کلیدهای اونجا وجود داره. از اون طرف هم میدونیم هر اپی یو آی دی داره. اون مکانیزمی که عرض کردم بایندینگ انجام میده در واقع سیستم عامل بین اپلیکیشن ها و پروسس ها و کلید هایی که مرتبط با اون هست از طریق همین یو آی دی است. یعنی که یه اپلیکیشنی وقتی میخواد به کلیدهای خودش دسترسی داشته باشه یا یکی الیاسی رو میده که این کی الیاس رو میخواد بگیره ازش مثلا برای کاربرد امضای دیجیتالی یا رمزنگاری استفاده بکنه، سیستم عامل میاد چک میکنه از طریق اون واسطی که کی استور بهش میده آیا این یو آی دی با اون در واقع لوکاپ تیبلی که ما داریم میخونه یا نه، یعنی مجاز هست این پروسس به این کلید دسترسی داشته باشه، یعنی چون قبلا ثبت شده که کدوم یو آی دی این کلید رو تولید کرده. یه جورایی در واقع اون اپلیکیشنی که تراستد هست و به این کلیدها دسترسی داره پایین‌تر از سیستم عامل، اون این در واقع کنترل امنیتی رو انجام میده و یه یو آی دی به صورت یونیورسالی به ازای تمام یوزر آی دی هایی که کلید دارن روی اون دیوایس هندل میکنه. یعنی یه اپی ممکنه توسط سه تا کاربر روی یک دیوایس استفاده بشه، پس بنابراین ممکنه به ازای هر کاربر یک کلید جدا داریم، پس سه تا کلید تو اون مسیرها ذخیره سازی شدن و یه یو آی دی خاص که به ازای اون اپ یونیورسال است بایند شده بود. این یه کنترلی بوده که تو اون ورژن وجود داشت. البته هنوزم این کنترل داره انجام میشه، اما سازوکارهای دیگه‌ای وجود دارن که دیگه این رو بی‌نیاز کردن، یعنی کاربردی نداره.